هموطنان عزیز، دوستان و همراهان جنبش دادخواهی، سلام. امروز هم در خدمت شما هستیم تا از تداوم راه روشن 30,000 گل سرخ بگیم. همونطور که حتما در جریان هستین، در روز 25 آذر ماه کنفرانسی در پاریس برگزار شد که عنوانش بود رژیم آخوندی در محاصره بحران‌ها. فرازی از این سخنرانی به جنبش دادخواهی اختصاص داشت که برنامه امروز رو هم با همون فراز آغاز می‌کنیم. حقوق بشر سرکوب شده و به دار آویخته شده ایران زنده و شکوفا شود. هفته پیش سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بود و به همین مناسبت شما و بسیاری از هموطنان در سوز و سرما ولی با شور و گرما در پاریس تظاهرات بزرگی را برپا کردید تا پژواک حقوق بشر پایمال شده مردم ایران باشید. ما اکنون در شروع 70 سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم. تا آنجا که به ایران برمیگردد، استبداد مذهبی حاکمیت خود را با نابودی یک به یک مواد این بیانیه و نفی حقوق انسانی مردم ایران شکل داده است. و در نقطه مقابل مردم و مقاومت ایران جنبش خود را در مبارزه برای آزادی و حقوق بشر دوام بخشیده اند و در 2 اخیر با گسترش جنبش دادخواهی قتل عام شدگان سال 67 قاتلان حاکم را در تنگنا گذاشته اند و سرانجام رویارویی بر سر آزادی و حقوق بشر است که به کار رژیم آخوندی پایان خواهد داد. امروز از میان اسنادی که از داخل کشور هموطنانمون برامون فرستادن، 2 مجموعه سند افتخار رو برگزیدیم. اگرچه همه اسناد شهیدان راه آزادی اسناد افتخار ملت ایران هستند، به خاطر ایستادگی فرزندان این آب و خاک برای آزادی. گزارشی از این 2 سند و شهدایی که راجع بهشون برامون نوشتن رو میبینیم. مجاهد شهید حمیدرضا رمضان‌پور، متولد سال 1335، دبیر دبیرستان‌های لاهیجان و دانشجوی مهندسی دانشکده کرج بود. او در تیر ماه سال 1360 در لاهیجان دستگیر شد. حمیدرضا به 4 زندان محکوم شده بود، اما پس از پایان حکم او را آزاد نکردند. در گزارش هموطنی درباره دوران زندان حمیدرضا آمده، در مرداد سال 60 در زندان سپاه لاهیجان پاسداران وارد بند شدند و یک خشاب کامل گلوله به سقف شلیک کردند. حمیدرضا گفت می‌خواهند وحشت بیافرینند، اما ما مسیرمان را انتخاب کردیم. کسی جا نمی‌زند.
حمیدرضا از لاهیجان به اوین و سپس به قزلحصار منتقل شد. در قزلحصار او را به زیر هشت برای تنبیه بردند. داوود رحمانی که شکنجهگر وقیح و بددهانی بود، وقتی فهمید او دانشجوست، با لحن جاهلانه خود به حمیدرضا گفت: تو هم منافق یعنی مجاهد هستی و هم دانشجو و هم اهل شمال هستی، پس حکمت مشخص است. این جلاد با این حرفهایش عمق کینه خود را نسبت به جوانان و دانشجویان مجاهد، به ویژه جوانان آگاه و مبارز شمال نشان می داد. همین بود که حمیدرضا 4 سال در سلول مجرد مقاومت کرد و او را سرانجام در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 در زندان رشت حلق‌آویز کردند. یادش گرامی. این تصاویر متعلق هستند به 3 شهید از 1 خانواده: مجاهد شهید مهدی فخاریان و مجاهدان شهید فاطمه و راضیه فخاریان. به گفته نزدیکان این شهید، مجاهد شهید راضیه فخاریان مفقود الاثر شده و دقیقاً مشخص نیست چه زمانی او را به شهادت رساندند. در وصیت‌نامه مجاهد شهید مهدی فخاریان که سند افتخارآفرینی از عزم و اراده و استواری مجاهد خلق است می‌خوانیم: من از مال دنیا چیزی ندارم که بخواهم برایش توصیه کنم. هر آنچه که دارم متعلق به خلق است، ولی یک صحبت دارم با پدرها و مادرها که از آنها می‌خواهم که همانطور که تا به حال توانستند تا حد زیادی فرزندان مجاهد خود را درک کنند و دوشادوش آنها در این مبارزه رهایی بخش شرکت کنند، در حال و آینده هم هرچه بیشتر با بچه ها در کمال انصاف همراه باشند و یاریشان دهند، چرا که بچه ها مخصوصا میلیشیا وقتی که همراه با خانواده بتوانند به مبارزه ادامه دهند، بیشک پرثمرتر خواهند توانست سدهای راه تکامل اجتماعی و بهروزی انسان را از سر راه بردارند. زنده باد آزادی، مرگ بر استبداد. 6 تیر 1360، مهدی فخاریان. درود بر شهدای پر افتخار مجاهدین خلق ایران. در برگه دیگری از وصیت‌نامه مجاهد شهید مهدی فخاریان می‌خوانیم: به این سازمان پر افتخار روی آوردم و با این جریان توحیدی آشنا شدم. بیش از هر چیز خود را در قبال این آرمان و اعتقاداتش، یعنی عشقش به خلق، متعهد می دانم و آرزویم این است که بتوانم روزی هر آنچه که دارم برایش فدا کنم که با راه مجاهدین، راه توحیدی و کمال به سوی خدا برای بهروزی خلق است. در این لحظه که این وصیت را می نویسم، در کمال اختیار و آزادی تصمیم به این کار گرفتم و آرزویم این است که بتوانم همچون شهدای مجاهد خلق، من هم افتخار رسیدن به شهادت در این راه را داشته باشم. یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب، که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. قصه قتل عام قصه نیست، حکایت رزم و مقاومت عاشقان پرشوریه که سر در راه آرمانشون گذاشتن و از حریم مقدس آزادی دفاع کردن. امروز میخوایم به مسجد سلیمان بریم و شرح دلاوری های قهرمانان و شهدای جنوب ایران رو بشنویم. با ما همراه باشید. Thank you.
امروز میخواستیم در رابطه با یکی از شهدای قتل عام 67 صحبت بکنیم، مجاهد شهید منوچهر ذوالفقاری. منوچهر در سال 1342 به دنیا اومد. من و منوچهر هم فامیل و هم همکلاس و هم همبازی بودیم. در اون ایام انقلاب هر دو با سازمان آشنا شدیم. چیزی که از منوچهر تو ذهنم هست، روی سرشار، بشاش و خندانش هست که در آشنایی خود منم به سازمان خیلی به من کمک کرد. همیشه منوچهر نفر فعالی بود تو این دوران انقلاب ضد سلطنتی که فعالیت سیاسی گسترده‌ای وجود داشت. من و اون هر دو با سازمان آشنا شدیم که من از منوچهر در آشنایی با سازمان خیلی درس گرفتم. منوچهر همیشه روحیاتش به من انرژی میداد. خود منوچهر هم از موقعی که سازمان آشنا شد، از طریق فعالیتایی که داشت، نشریات مجاهد، سخنرانی برادر مسعود که به شهر منتقل میشد، تبیین جهان و کتابهایی که سازمان داشت، همیشه اونو سرزنده و بشاش و سرحال نگه می‌داشت. منم از این حال و هوای منوچهر واقعا انرژی می‌گرفتم و نقش مهمی داشت توی هواداری خود منم از سازمان. منوچهر تون ایامی که دانش آموز بود و توی دبیرستان فعالیت می‌کرد، کارش فروش نشریه، تبلیغ سازمان، کمک و معرفی سازمان بود به سایر دانش آموزانی که توی شهر بودن. یادم میاد که با نفرات دیگه از دانش آموزان اون شهر رابطه داشت و کار جمع‌آوری نشریه مجاهد و فروش اون رو به عهده داشت. تو این کارش هیچ موقع احساس خستگی نمی‌کرد و از همه زمان و فرصتایی که داشت استفاده می‌کرد. منم که شاهد این فعالیت‌هاش بودم، خیلی به حقانیت سازمان و آرمانش پی می‌بردم و منم تو این راه بهش کمک می‌کردم. به خاطر همین فعالیت‌هاش، مزدورای حزب اللهی رژیم، اون موقع بهش میگفتن فالانج، ازش کینه زیادی داشتن. یادم میاد که همیشه از فعالین دانش آموزی مجاهدین عکس میگرفتن تا به خیال خودشون هم ایجاد ترس کنن و همین که اونا رو شناسایی کنن و دستگیر کنن. اون ایام دوران جنگ بود، سال 59، که فعالیت‌های دانش آموزی خیلی زیاد بود توی شهر مسجد سلیمان که از سایر شهرهایی که جنگ زده بودن تو اون شهر وارد می‌شدن. یادمه که فعالیت‌های دانش آموزی اینقدر زیاد شده بود که باعث اعتصاب سراسری شده بود و همه مدارس تعطیل شده بود، که فعالیت‌های بچه‌های هوادار مجاهدین هم زیاد بود توی افشای رژیم و افشای جنگ ضد میهنیش. به خاطر همین مزدوران اقدام به دستگیری منوچهر می‌کنن و اونو به زندان می‌ندازن. یعنی چند ماه قبل از خرداد سال 60 منوچهر دستگیر میشه و به زندان مسجد سلیمان میفته. تو این ایام بعد از مدتی منوچهر رو به صورت تبعید به زندان بندرعباس میفتن که شرایط محیطی و بهداشتی خیلی بدی داشت. یادم یک بار به من نامه نوشته بود و جملاتش این بود که همین الان که این نامه رو برات می‌نویسم، یک آخوند عقیدتی سیاسی داره به ما درس میده که همه زندانیان اونو تمسخر میکنن، و اون نامه رو همون هی نوشت و از طریق خانواده‌اش به من رسوند، که این نشوندنده روحیه مقاوم و سرشار منوچهر بود که حتی توی زندان هم ادامه داشت. سال 62 منوچهر رو از بندرعباس به زندان گوهردشت و قزل حصار کرج میفرستن و منتقل میکنن تا اینکه از ما اراده‌شو به خیال خودشون بشکنن، در حالی که این فشارها هیچ تأثیری روی اون نگذاشت. از طرفی به خاطر شرایط بهداشتی نامساعد زندان
و وجود قارچ و وضعیت نامناسب محیطی منوچهر دچار بیماری سل میشه که نهایتاً در سال 64 باعث آزادی موقتمون میشه. منوچهر سال 64 که آزاد میشه فرصت رو غنیمت میدونه برای وصل به سازمان و اون عشق و علاقه شو به سازمان و آرمانش رو نشون میده و سرانجام بعد از تلاشی که داشت وصل به سازمان میشه و دنبال اون میشه که به منطقه بیاد و با سازمان از نزدیک کار کنه. متاسفانه تلاشاش لو میره و دستگیر میشه و به زندان بار دوم باز به زندان مسجد سلیمان میفته. مزدوران که از اون کینه به دل داشتن اونو مدت‌ها در سلولای انفرادی نگه داشتن تا اینکه عزمش رو به خیال خودشون خورد کنن و این شکنجه‌ها رو روش اعمال می‌کردن. تا اینکه در سال 67 که در زندان بود منوچهر، همزمان با قتل عام سال 67 در سراسر کشور، هیئت مرگ توی مسجد سلیمان هم تشکیل میشه و مزدوران همون ریل و اعمالی رو که در سایر جاها با یک و دو سوال در مورد هواداری و هویت مجاهدین میپرسیدند و جواب بله یا خیر رو میگرفتند، زندانیان رو به اعدام میفرستادند. مشخص بود که منوچهر هم با اون عشق و علاقه و آرمانی که داشت وقتی نوبتش رسید از شرف مجاهدی و آرمان مجاهدین دفاع کرد. و به تنابایی دار بوسی زد و به این ترتیب آرمان مجاهدین رو بار دیگه اثبات کرد و با خون خودش نشون داد. آرامگاه مجاهد خلق مثل سایر مجاهدین سال 67 در مسجد سلیمان در گورستانی دور از شهر دفن شدند که در روز آزادی ایران به نحو شایسته خودش حتما گلباران خواهد شد. منوچهر در نامه‌ای خطاب به مادرش نوشت: دشمنان ممکن است بگویند که منوچهر عاطفه نداشت، عشق نداشت، ولی مادر باید بدانید که عاشق‌ترین عاشقان دنیا مجاهدین هستند. من شما را خیلی دوست دارم، همه را دوست دارم، پدرم و برادرانم و خواهرانم و همه فامیل و مردم شهر را، ولی باید رفت، چون این دوست داشتن و عشق را باید قربانی بقیه مردم کرد و به چیزی عمیق‌تر دل بست. مادر، اگر من نروم دیر می شود، پس می روم که به قافله عاشقان بپیوندم. و به این ترتیب منوچهر به پیمان و عهد خودش با آرمان مجاهدین و آزادی مردم ایران وفا کرد و بر تناب دار بوسه زد و به این ترتیب سربتار قتل عام 67 شد. در اینجا خوبه که به چند شهید دانش آموزی دیگه تو این ایام اشاره بکنم که از نزدیک من اونا رو میشناختم. یکی از این شهدا به اسم علی جعفری نام داشت و دیگری به اسم نجات الله قائدی. هر دوی این عزیزان در سنین 17 سالگی بودن اون ایامی که دستگیر شدن. علی جعفری و نجات الله قائدی هر دو همکلاس من بودن و در هنرستان فنی مسجد سلیمان درس می‌خوندیم در سال آخر. به خاطر فعالیتایی که وجود داشت اون ایام مدارس کلان تعطیل شده بود و یا نیمه باز. در جلسه‌ای که ما مشغول دادن امتحان بودیم، من و علی و نجات مزدوران و پاسداران دشقیم رژیم آخوندی ریختند و علی و نجات الله رو که از هواداران سازمان بودند دستگیر میکنن و با خودشون بردن.
حدود یک یا دو ماه بعدش بود که خبر اعدام این جوانان پاکباز میهنمون رو رژیم اعلام کرد، در حالی که اونا 17 سال بیشتر نداشتن. میخوام در همینجا به یکی دیگه از شهدای مجاهد خلق اشاره کنم به نام محمد رضا آغر که در همون ایام به عنوان نماینده دانش آموزان شهرمون بود. محمد رضا آغر هم در همین جریانات رژیم دنبال دستگیریش بود به خاطر شناخته شدگیش و اینکه فعالیت‌های زیادی داشت در شهر، که محمد رضا مخفی شد و تونست از چنگال آخوندهای دشکین فرار کنه و خودش رو به سازمان برسونه در منطقه، و سرانجام در سال 64 در حین انجام مأموریتش در اصفهان دستگیر و اعدام میشه. اشرف نشان‌ها و هموطنان آزاده ما در سراسر دنیا این روزها سخت مشغول تلاش هستند و از هر فرصت و هر امکانی برای انعکاس صدای قتل عام شدگان 67 استفاده می‌کنند. اکسیون‌ها، جلسات و برنامه‌های هموطنانمون برای افشای حکومت قتل عام در کشورهای مختلف دنیا ادامه داره و در هر کدوم از اونها به گوشه‌ای از ابعاد قتل عام 67 پرداخته میشه. با هم به اتاوای کانادا میریم. One of the best things that has happened in the Canadian Parliament over the last couple of years is the move to begin to hold terrorism and those who have participated in terror to account. And certainly we believe that the S-219 is one of those bills that will begin to hold people to account for the terror that they've conducted around the world. We've seen other bills such as the Magnitsky Act that have been important in holding officials accountable around the world, and we look forward to having those bills implemented and then being able to use them effectively. The regime in Iran needs to begin to pay attention to the international condemnation that they face for their activities, their ongoing activities, their ongoing attempts to influence other nations and countries, particularly in the Middle East. We believe that it's time that they began to show a much more mature and responsible approach to international diplomacy and international participation. My name is David Kilgore. I'm the co-chair of the Canadian Friends of a Democratic Iran, and we're all here. The room is full. It's simply amazing that people have come from across Canada to be here tonight to protest the human rights situation in Iran, to urge all parliamentarians to support for Bill 219, the non-nuclear sanctions against Iran for human rights abuses of all kinds. I could go on for a long time about this, but the short of it is that the human rights situation in Iran is terrible. Even the new Secretary General of the UN mentioned for the first time the slaughter of 30,000 Iranian citizens, men, women, children, in 1988, and we were pushing very, very hard to have an inquiry done into that obvious crime against humanity. And I'm delighted that people are here from the Senate tonight. And that I'm hoping that the Senate will pass the bill, and that then we can move a similar bill into the House of Commons and do the same thing there. So I welcome everybody here and honored to be here with you. Hello, my name is Tony Clement. I'm the Member of Parliament for Parry Sound Muskoka in the Canadian Parliament.
And I want to express my solidarity and support for those friends of Iran who want a free and democratic society. There have been so many terrible atrocities that have been that have occurred in Iran. We know and we remember the victims, and our heart bleeds for the victims of the Islamic regime. At the same time, Iran is a state sponsor of terror in the region and around the world, destabilizing countries like Lebanon and like Yemen and like Iraq and like Syria, but also extending their reach beyond there. So this is a matter of concern not only for those of Iranian descent, but it's a matter of concern for all people who want more freedom, more democracy, who want to remember the victims who have been slaughtered, and of course want justice in our time. So I stand with you, I support you. I have a bill before the Canadian Parliament that is designed to turn off the tap of foreign funding by states, by individuals, by organizations, with the purpose of radicalizing or promoting extremism in our country. This is a big problem. There have been 683 cases that have been documented of funding of terrorism in Canada. My bill wants to turn off that tap. So this is an important item of debate in Canadian Parliament, and I'm looking forward to having support of my colleagues in Parliament. Make it more difficult for Iran or other regimes to export the radicalization and extremism to countries like Canada. And I think we can do better, and we shall do better. Thank you. امروز هم از قتل عام 67 گفتیم و از خونهای پاکی که همچنان میجوشند. از شعله های خاموشی ناپذیر گفتیم که شبانه میهن رو فروزان نگه داشتند. بله، اگر امروز حکومت قتل عام در محاصره بحران ها دست و پا میزنه، اگر شکاف و شقه سراپای رژیم ولایت فقیه رو فرا گرفته، اگر آخوندها در همه زمینه ها به بن‌بست خوردن، این فقط و فقط نتیجه مقاومت خونباریه که در تمام این سالها در برابر این رژیم پلید ایستاده و راه باز کرده. این نتیجه وفای به پیمان همون سربداران 67 و سایر شهدای راه آزادیه. قهرمانانی که جانانه ایستادن و حماسه آفریدن. پس در پایان برنامه یک بار دیگه در برابر همه اون روانهای پاک سر تعظیم فرود میاریم و برای ادامه راهشون و احیای قطره قطره خونهاشون پیمان می‌بندیم. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار همگی شما.